بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدید. هدف این برنامه ها دادن دانش بیشتر بر اساس شواهد حقیقی، علمی تا آنجایی که امکان دارد برای شماست که انشالله شما رو به فکر کردن تشویق کند که بتوانید با بینش هرچه بیشتر تصمیم های سالمتری برای زندگی خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می کنید بگیرید. هدف از این برنامه ها تفکیک و یا تحمیل عقاید به طور اخص نیست و هدف آن نیست که یک گروهی رو بر گروه دیگر برتری بدهد. این برنامه ها به هیچ دین و یا سیاست حزبی وابستگی ندارد و تا آنجا که امکان دارد می خواهیم که با شما حقایق رو در میان بگذاریم. برنامه امروز ما در مورد یکی از مسائلی است که همواره توجه عام و خاص رو به خودش جلب میکنه و آن نقش طب مکمل یا طب جایگزینی بهش میگفتن، ولی الان دیگه نمیگوین، مقایسهش با طب متعارف یا طب عمومی و اون چیزی که ما بهش میگوییم در حقیقت مدیکال ساینس هست. چه نفعی داره؟ آیا بایستی ما دارو رو رها بکنیم و فقط به سیستم های طبیعی بپردازیم؟ آیا اصلا این قابل هضم و قبول هست؟ چه سوء تفاهماتی در مورد این قضیه ایجاد شده و نقش یک طبیب حاذق چی هست در رفع این سوء تفاهمات؟ و همچنین در انتهای برنامه میخواهیم بررسی بکنیم که بعضی از عقاید دینی و مذهبی و گروهی در مورد طب و چگونگی روبرو شدن با سلامتی و مریضی رو با شما در میان بگذاریم. افتخار میکنم که یکی از دوستان قدیمی خودم و کسی که حقیقتاً دنبال علم هست رو به شما معرفی بکنم، سرکار خانم پگاه وحدتی. ایشان در حقیقت کاندیدای دکترای طب مکمل هستند و قبلا هم یک بار در اینجا تشریف داشتن، ولیکن فرصت زیادی نبود که با ایشون وارد این مسائل عمیق کلی بشویم. با این مقدمات خواستم تشکر بکنم از شما. خیلی ممنون. عرض ادب میکنم خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از دعوتتون جناب آقای ریاضتی. خیلی خوش آمدین. بیاییم برای اینکه این قضیه رو بازش بکنیم، اصلا طب مکمل چیه که شما دارید دکتراشو میگیرید؟ بله، طب مکمل به نظر من اصلا جزی از فرهنگ ایرانیه که از گذشتگان ما برای ما به ودیعه گذاشته شده و همچنین هدف این طب پژوهش در داخل بدن انسانه و اینکه کسب آگاهی کنه از احوال تندرستی و بیماری. مثلا اگر یکی از اعضای بدن آسیبی ببینه، تمام اعضای بدن و هماهنگی بین اونا رو بررسی میکنه. در دیدگاه این طب مکمل، حفظ سلامتی بر درمان مقدم تره و توجهی به روش‌های زندگی مثل تغذیه مناسب، فعالیت کافی و همچنین تعادل روحی و روانی خیلی ذکر میشه و باعث میشه که از بیماری جلوگیری بشه و کیفیت زندگی مردم ارتقا بده. یعنی اگر من درست بفهمم، بیشتر قضیه شما روی ممانعت و پرونشن در این قضیه. ولی وقتی میگوین مکمل، چون ما دو تا اسکول آف تات یا فلسفه فکری داریم، یه عده معتقدن که طب به طور کلی یعنی اون روش ها
ای که آزمایش شده، تجربه شده و قطعا جوابی که میده پردکتبل، قابل پیشبینیه. به همین دلیل هم هست که تا اونجایی که بنده بیاد میارم سالهای متوالی بین این دو گروه، یعنی اونایی که طب عادی یا متعارفی رو داشتن و اینایی که طب جایگزینی رو داشتن، همیشه جنگ و نزاع بوده. که مثلا یکی از آرگومنت ها دلایل اینه که طب جایگزین دیگه یعنی چی؟ بگه ما بیماری جایگزین داریم که بخوام طب جایگزین داشته باشیم. دقت میکنین؟ من خوشحالم که شما در حقیقت نگفتی طب جایگزین، شما گفتی طب مکمل. ولی توضیح بدین که آیا مقصود از مکمل همین چیزیه که در انگلیسی ما بهش میگیم کامپلمنتری، یا شما میخوای بگی یه جزئی از کل، یا شما میخوای بگی که این تنها راهیه و غیر از این هم نی؟ کدومشی از این ستا؟ بله، متاسفانه شناخت کافی در بین مردم و حتی جامعه پزشکی در مورد این طب نیست در حال حاضر، و گروهانی هستن از پزشکان که حتی این طب رو بی‌ارزش میدونن و گروهانی هستن که میگن چون که آزمایشات کافی، تحقیقات لازم روش انجام نشده قبولش ندارن. منتها طب مکمل، چیزی که باور پزشکان طب مکمل هستن، باورشون هست اینه که این دو طب باید در کنار هم پیش برن و زمان اون گذشته که دیگه این طب مکمل رو یه سیستم حاشیه‌ای و جانبی بدونن یا حتی جایگزینی، و این دو طب در صورتی عمل میکنه که با هم پیش برن. تنها اعتقادی که طب مکمل داره اینه که بیشتر مواد طبیعی استفاده بکنه که مزایای بیشتری داره و مضرات کمتری داره، و از دارو به موقع نیاز استفاده بشه. پس یعنی در حقیقت شما، اگه درست بفهمم که به سوال بعدی بپردازم، این سوء تفاهم رو دارین اینطوری رفع میکنین که ما هدفمون این نیست، حداقل در این برنامه هدف ما این نیست که بگوییم که طب جایگزین رو داریم ما پروموت میکنیم، بلکه میگوییم که سلامتی یک سیستم کلیه. سلامتی، سلامتی روان، سلامتی جسم، سلامتی فکر و سلامتی روح، و سیستم های جسمانی بر اساس موازین طبیعی میتونه خودش رو اعتدال بده، و بنابراین طب یعنی یک روابط ضروریه بین همه اینها. بله، و دارو جای خودشو داره و ممانعت های طبیعی جای خودشو داره. درست اینو من فهمیدم؟ حالا سوال بعدی بنده این است که شما پا تئوری هلت شما چیه؟ یعنی شما وقتی میخواین بگین یک فرد سالمه، این سلامتی رو چی میبینید؟ این سلامتی توی طب مکمل به اصطلاح وقتی پیش میاد که تمام اعضای بدن روی اون هماهنگی باشن و این بیماری به نحوی شناخته میشه که عدم این تعادل و توازن در کل سیستمی که بدن رو احاطه میکنه به وجود بیاد. به عبارت دیگر، در علاج بیماری ها به جای اون که مستقیما نشانه ها و عوارض بیماری رو در نظر بگیرن، تعادل و توازن و افزایش قدرت خوددرمانی رو بیشتر بیش. دوباره من میدونین اینا رو تازه دارم میشنم، هم چیزی متوجه نیستم، ولی میخوام مطمئن بشم که بینندگان ما مقاصد اصلی شما رو میفهمن. شما بدن رو بنابراین وقتی اختلال ایجاد میشه بین اعضا و اعضای مختلفه، اون رو میگین مریضی، و شما میگین سلامتی در حقیقت حفظ تعادل این سیستم های مختلفه بدنیه. بله؟ بله. و در این حال هم شما میفرمایین که ما
ما با علائم نبایستی بخوایم معالجه بکنیم و یک علامت رو با علامت دیگه جایگزین بکنیم، بلکه ما باید علتهای حقیقی رو بفهمیم و علتهای حقیقی همش جسمانی نی، میتونه فکری باشه، میتونه روانی باشه. ولی پس آیا تئوری هلت شما بنابراین یه هولستیک ویوه؟ بله، یه سیستم کلیه که سینکرونایز میکنه. دقیقاً. درست میفهمم؟ بله. پس اگر این هست، حالا من میخوام برم به یه سوال دیگه. به نظر شما یک طبیب، یه پزشک حاذق یا ماهر چه کسیه؟ به نظر من طبیب حاذق کسیه که این طب رو در حقیقت یک امر معنوی ببینه و در کل توی مؤسسات پزشکی این طب، طبیب حاذق بر پایه اخلاقی و معنویت بنا بشه. چون که سلامتی انسان، سلامتی انسان بر جنبه های روحی، روانی و جسمی همونجور که شما فرمودید باید مورد توجه پزشک قرار بگیره، یک پزشک حاذق. و همونجور که میدونیم در ادیان مختلف علتهای بیماری و چگونگی درمان آنها همه ذکر شده و یک طبیب حاذق باید از این حمایت کنه، از این پیام هایی که اشارات مهمی که داده شده در کتب مختلفه دینی که این هارمونی، این هماهنگی بین جسم، روح و روان برقرار بشه. همچنین ما میدونیم که آزمایش های انجام شده، تحقیقاتی انجام شده در طب مدرن که به اثبات رسیده که این حرکات عصبی یا مشکلات روحی روانی تأثیرش در ترشحات و مواد شیمیایی و هورمونا میشه که در مغز تولید میشه و باعث میشه که جسم انسان تحت تأثیر اون قرار بگیره و حضور پزشک در اون لحظه برای بیمار و بهبود بخشی به اون بیمار با بربالین بودن بیمار و اظهار سخنان امیدوار کننده تأثیر گذاشتن توی روح و روان بیمار میتونه به بهبودی اون کمک ببخشه. خیلی خوب توضیح فهمیدم. من میخوام فقط معنوی رو اینجا متوجه بشم، چون کسانی که به این برنامه توجه میفرمایند ضرورتان آدم های مذهبی نیستن. شما فرق اینجا دارین تشخیص میدین که بنده میتونم معنوی باشم ولی در این حال مذهبی نباشم. بله. امکان داره من مذهبی باشم ولی معنوی نباشم. بله. حالا اگه این هست دوباره بریم سر طبیب حاذق. شما در حقیقت میفرمایین طبیب ماهر و حاذق اون کسیه که این رو یک انسان بگیره. بله. و بهبودی فکری، روحی، روانی و جسمانی این رو هدف عالیه خودش قلمداد کنه. و معنوی یعنی اینکه این رو یک وسیله نگیره برای اینکه اهداف شخصی خودش رو دنبال کنه. که مثل الان اگر یک نفر دکتر میشه حتما بایستی یه بنزی سوار بشه، حتما بایستی یه خونه 10 میلیونی داشته باشه. یعنی انسانها رو وسیلهی قرار نده برای رشد امیال شخصی خودش. ولی اینو میفهمم. آیا معنوی یه معنی دیگه هم داره برای ارتباط با این صحبه که شما فرمودین؟ که در حقیقت چه شما به طب مکمل یا روانکاو یا روانشناس یا تراپیست یا طب متعارف و همه اینا رو اگر در نظر بگیرین یک هدف خاصی دارن و اون هدف مشترکه. پس بنابراین اون هدف مشترک سلامتی روح و روان جسمه اگر اساس باشه، بعد اینها با هم مشورت میکنن. اینو من میگم معنوی. بله. معنوی یعنی این که
من غرور خودم رو میذارم کنار، به جای اینکه بزنم تو سر اون گروه یا این گروه، میگم بیاییم از تجربه های مختلفه استفاده بکنیم و اون چیزی که سلامتی روح و روان و فکر رو ایجاد میکنه و جسم رو در نظر بگیریم. این مقصود از معنویه، بله؟ بله. بله. طبیب حاذق، شما فرمودین ادیان. من در اینجا یادم میاد یکی از بیانات بهاءالله رو، بهاءالله مؤسس آیین بهایی در ایران، که یکی از علائم طبیب حاذق رو این میدونه که عادل باشه، بله، یعنی جاستس داشته باشه و همچنین عارف باشه. عارف یعنی حقیقت رو بتونه ببینه، یعنی عدالت و عرفان و عالمبینی که این داره، بله، نسبت به مقام انسان و هدف این شغل رو در حقیقت بفهمه، از خصائل اساسی یه طبیب حاذق میدونه. شما نظرتون در مورد این چیه؟ بله، 100%. طبیب حاذق همونجور که فرمودین باید دنبال حقیقت باشه، نه دنبال منافع شخصی، و راه یافتن اون آسودگی روانی و شفای جسمی بیمار در مرحله اول براش مهم باشه. خیلی خوب، پس در مورد قدرت یه طبیب حقیقی هم صحبت کردیم. حالا بریم سر یه قضیه بهتری. شما به نظر میاد در این بیاناتی که فرمودین، من نمیخواستم وارد معرکه دین بشم، ولی اینجا فکر میکنم جایز هست که وارد بشم، که چرا؟ چون اعتقادات ما خیلی موقعها به طور ناخودآگاه تأثیر میذاره در اعمال ما و افکار ما، چه این اعتقادات غلط باشه چه اعتقادات درست باشه. به اگر یک گروهی که اونجا نشستن مثلا مسیحی هن، بله، یا مسلمان هن، یا بهایی هن، اینا یه اعتقاداتی دارن، این اعتقادات آیا باید جدی گرفته بشه اگر توسط علم ثابت نشده؟ مخصوصا در آیین‌های جدید مثل دیانت بهایی، مطابق یکی از مبادی اصولیشون، اینها معتقدن به تطابق اصولی بین علم و دین. پس اگر تطابق علم و دین هست، شما بیشتر این طب مکمل رو روی مفاهیم اعتقادی قبولش میکنین یا مفاهیم تجربی ثابت شده؟ این سوال اول منه در این قسمت. یعنی مثلا به عنوان ذکر مثال، مشروب، شراب رو که میخوریم، مشروبات الکلی بهتر باید بگیم، آیا مشروبات الکلی رو تجویز میکنن طب مکمل؟ چون خیلی اونی که توی طب متعارفه حداقل عقاید متضاد هست، پس این داره که چه کسی این آگهی های مربوط به شراب رو داره تضمین میکنه. بنابراین یه روز من میشنوم که یه گیلاس ویسکی بخوریم خیلی خوبه، من صبح نخوردم چون معتقد نیستم، اینا بهتر حرف میزنم شاید، و یه عده میگن نه بد، ضرر میزنه، یه ضررهای شخصی داره، ضررهای جانبی داره. تو این قسمت ها این طریقت شما چی کار میکنه؟ ما چجوری قبول بکنیم؟ نظر شخصی منه که باید مطابق این اعتقادات، باید مطابق علم باشه، و تحقیقات نشون داده شده، حالا در مورد مشروب شما صحبت کردین، که مقدار خیلی کمی برای سلامتی مفیده، و اگر طبیب حاذق این تشخیص رو بده که برای بیمار احتیاجه، 100% بیمار باید فالو کنه، دنبال کنه. پس من اگه درست بفهمم، شما به مطلق گرایی در مورد این مسائل معتقد نیستین، و اگر یه طبیب حاذق عارف عادلی بیاد و با مشورت با دیگران، با همکاران خودش و بررسی تمام اوضاع و احوال این فرد،
تجویز بکنه که مثلا مشروب خوردن، شراب خوردن شاید به نفع اینه، شما میفرمایید که این صائب و سال. خیلی خوب. حالا سوال بعدی من آخه اینه که اگر این هست، مشروب پس به نفسه نه خوبه نه بده، بله؟ بله، به خاطر اینکه باید تحت نظر دکتر باشه، میدونین، و همین که فقط دنبال مطلق گرایی کنیم و بگیم نه، چون که ادیان فرمودن که این حرامه و مصرف نکنن، اما در جای دیگه فرمودن که اگر طبیب حاذق این رو تجویز کردن، برای بیمار 100% الزامیه. حالا من اگه مریض بشم، چون با حرفی که شما زدین من مثلا دوباره کسی مثل بهاءالله میاد، علت این که من بهاءالله رو اینجا کوت میکنم چون این آخرین دینیه که ما میبینیم و بلخص در ایران هم چون اومده، من میخوام بخونم بعد نظر شما رو بپرسم. بهاءالله مثلا خودش یه لوحی داره، اثری داره به اسم لوح تب، این هم باید تب صحبت میکنه، ولی اون چیزی که اول این هست، من برای اینکه وقت رو نگیرم به فارسی میگم، چیزی که ایشون میفرمایند اینه که این تجویزایی که من دارم میدم به شما تو این نوشته، تو این لو، این برای کسانی که اطبا نیستن که کمکشون بکنن، این نصایح من شاید کمکشون بکنه. یعنی به نظر میاد که بهاءالله هم حتی این معتقد نیست که فقط یه طب جایگزینی وجود داره، یعنی اونم این تجویز رو نمی کنه. چون شما فرمودین ادیان رو ما در نظر بگیریم، این برای من خیلی مهمه که مثلا تجویزایی که می کنه، من میخواستم نظر شما رو بپرسم. مثلا میگه اصلا علاج رو ترک نکنید موقعی که احتیاجه، یعنی اینکه طبیب حاذق رو نبایستی رها کرد. یا مثلا این میخوام نظر شما رو بپرسم چون شما اشاره کردی، اول بیماری ها رو به اغذیه شما سعی بکنید مداوا بکنید، بعد برین دنبال دوا. این رو شما دارین اینو تجویز میکنید، یکی از اصول فکری این ارگانیزیشن طب مکمله. بله، اولین همینطور که فرمودین تعالیم بهایی پیشرفت علم پزشکی رو پیش بینی کردن و درمان این بیماری ها رو در مرحله اول با داروهای طبیعی تجویز میکنه و طب مکمل هم همچنین. مرحله اول از راه کمترین آسیبی که به بدن میرسه و تجویز کردن داروهای گیاهی یا طب سوزنی، هیدروتراپی، هومیوپاتیک مدیسین، فیزیکال تراپی، تمام اینا در مرحله اول باید در نظر گرفته بشه و اگر جوابگو نیست باید داروهای شیمیایی حتما تجویز بشه برای بیماران. چون که علاج مهمه. نقطه ضریبه، چون پگا جان یکی از مشکلاتی که در ادیان وجود داره، اینا پایبند به خدا و پیغمبر و دین و اینا میشن، دیگه یه چیزایی رو مطلقا میذارن کنار. و من خوشحال هستم که حداقل در این نوشتجات بهاءالله نمیاد این کارو بکنه، میگه که به حساب هر چیزی جای خودشو داره، ولی شما اول چیزای طبیعی رو استفاده بکن، ولی انقدر افراطی نباش که اون طب تجربی رو هم از بین ببری. و جالب هم هست که میگه این در غیاب اطباس که من این پیشنهاد میکنم. یه چیز یکی که میگه اینه، جالبه، مثلا قبل از ایشون خیلی از گروه های مذهبی مسیحی و حتی در آثار سید علی محمد باب شیرازی دوا رو مطلقا ممنوع میکنه،
ولی بعدا من میبینم که کسی، چون شما یه چیزی گفتی که آینده این طب مهمه، بهاءالله و عبدالبهاء پسرش میگه که اون چیزی که سید باب در بیان فارسی خودش اشاره میکنه این مربوط به زمانیه که ما بیشتر میدونیم در مورد گیاها، در مورد میوه‌ها، در مورد مسائل طبیعی. بنابراین اون چیزی رو هم که سید باب میگه امروز میگه در حال حاضر ما شاید نتونیم به اجرا بکنیم و نمیتونیم به اجرا بکنیم مطلق. حالا پس بنابراین چیز دیگه ای که من میخوام ببینم چجوریه، یکی از مثلا چیزهایی که جلب توجه منو کرد صبحونه است. انگلیس ها یه چیزی دارن میگن من صبحونم خودم میخورم، نهارمو با دوستم شریک میکنم، شامم میدم به دشمنم. خیلی از دوستان ایرانی ما معتقدن صبحونه مهمترین غذاست، بنابراین مهمترین رو به معنی پرخورترین گرفتن اینها بعضی از اینشون. جالبه که مثلا بعضی از نوشتجات نشون میده چه در دین چه در علم که اگر لقمه صبح سبکتر باشه در حقیقت اعتدال بدن و فکر، جسم و فکر و روح بیشتره. و این جالب است که یکی از تعالیم دوباره مجدد بهاءالله در لوح طب بشه. آیا شما به این معتقد هست یا لحاظ تجربی؟ بله. یعنی علم مکمل این نشون داده؟ بله 100%. حالا نه تنها فقط صبحونه، در کل اعتدال خیلی در همه تغذیه مناسب، فعالیت روزمره، همه چی اعتدال خیلی. ورزش رو مثلا توصیه میکنه؟ بله. اینا رو شما میگین وقتی میگین طب مکمل؟ بله. شاید در حقیقت عادات مضره رو از بین بردن، اعتدال خوردن، بله؟ بله. یا مثلا یکی از چیزهایی که دوباره این رشته شما میگه و من دیدم در نوشتجات این ادیان که وقتی میخوای شما بخوابی وسط شب بعضی موقع تشنت میشه، بلند میشی میخوای آب بخوری، بهاءالله میگه نخور. این چرا؟ شما دلیلش رو تونستی پیدا بکنید؟ یعنی چرا من وسط شب تشنم میشه بلند نشم آب بخورم؟ تحقیقاتی روش شده، مسلما در طب مکمل هم بر این اعتقاد داره که نباید این در حین این خواب چه غذا چه مایعات استعمال بشه. پس حالا من برگردونم قضیه رو بحث. آیا ما باید طب رو مطابق اعتقادات مذهبیمون بکنیم یا اعتقادات مذهبی رو بذاریم به عنوان یه اعتقاد بمونه ولی با شواهد و اویدنس‌های علمی این مسائل رو بررسی کنیم؟ یعنی شما به نظر میاد یه انسان معنوی و معتقد به سیستم مذهبی هست یا هر چیزی که هست به بنده ربط نداره، برای اینکه اعتقادات مذهبی افراد شخصی هست، ولی من میخوام ببینم شما به عنوان یک انسان وقتی شما میخواین این یک قضیه رو تصمیم بگیرین، اون چیزی که تو کتاب نوشته شده به عنوان فقط یه سرمشق نظری میگیرین و فلسفی یا حتی اگر هیچ گونه شواهد علمی واسش نباشه، یا اینکه میگین این جای خودش ولی من باید ببینم که اطبای حاذق ماهر تجربه فارغ از بغض و حب چی نشون میده؟ شما کجا واسطین تو این قضیه؟ نظر شخصی من اینه که هر باید جای خودش رو داشته باشه. تحقیقاتی که تجربیاتی که توی کتب مختلف هست
و همچنین از نظر علمی من موافقم که این مسائل حتی طب مکمل که ما نداریم تحقیقات علمی لازمی که باید باشه و این سوء تفاهمات هم ایجاد میکنه نداریم و فکر میکنم که خیلی خوب میشد اگر که این امکانات مالی برای این طب به وجود میمد که تحقیقات لازم میشد و به اثبات میرسید. شخصا من خودم به این معتقدم که هر دو باید با هم باشه. شما یا معتقد هستین که به اندازه کافی بله. فرصت و سرمایه تحقیقاتی وجود نداره برای رشته شما؟ نه متاسفانه. دلایلی مختلفی داره که میتونه زیربنای سیاسی و اقتصادی داشته باشه و هستن شرکت‌های مختلف توی امریکا به اصطلاح که دیکته میکنن این درمان بیماری ها رو برای کسب مالی و خب این خیلی خوب میشد که مسئولین میتونستن هزینه هایی فراهم کنن برای طب مکمل که فقط یک سوگرایی نباشه و این آزمایش ها هم بتونه به اثبات برسه و این سوء تفاهمات هم برطرف بشه. یعنی شما در حقیقت توصیه‌تون الان در این تلویزیون آن است که این تعصبات شخصیه، منافع شخصیه گروهی و اعتقادی، چون اعتقادهای افراطی فقط مذهبی نی. وقتی که من یقیناً بگم که این طب تنها راهه و اون طب حاشیه‌ای جایگزین ارزش نداره، اینها رو فقط مطرح میکنن چون این آدمایی که میرن دنبال این طب آدمایی بودن که موفق نبودن در مدیکال اسکول یا یه رمالی میکنن و به حساب مثل این سایکی پال ریدرن و شما میخواییم بگین که افرادگرایی یه قسمتش هم در این پروفشنالیزم دخیله، یعنی اینکه وقتی که من فقط این راه رو ببینم و غیر از این نبینم و یا سلامتی رو فقط بگم که وقتی که اختلال شیمیایی از بین میره در مغز بنابراین تأثیر میذاره در روان، در فکر، بنابراین من به جای این که بیام و دنبال این طلابا برم و دنبال این طبیعیون برم میام که این کمیکالای مغز رو با هم اعتدال میدم، تناسبشون رو حفظ میکنم، بعد این احساسش بهتر میشه. ما میخوایم بگیم اگرچه شما فکر درسته ولی این فرصت رو نگیر از دیگران که تحقیقات خودشو بکنن. ولی اینو شما یعنی همونقدر اونها افرادگرا میشن که ما افرادگرایی. حالا برگردیم به سر اصل دیگه. من 17 دقیقه دارم، اگه سوالی کسی میخواد بکنم میتونه زنگ بزنه، پگاه خانم جواب رو حاضر داره. شما سلامتی جسم، فکر، روح رو در نظر گرفتید. بله. مثلا از دیدگاه طب مکمل چه خصایل یک انسان در زندگی روزمرش از لحاظ فکری و روانی باید مواظبت بکنه که روی اون بدنش هم تأثیر منفی و مثبت میذاره که این سلامتی رو حفظ کنه؟ مثلا آیا غیبت کردن، آیا حسد داشتن، آیا غیظ داشتن، آیا اینها در سلامتی تأثیر داره یا نداره؟ بله 100%. همونجور که ما معتقدیم که در جسممون ممکنه با نامراد کردن سمومی انباشته بشه و این زدائی می کنیم، همونجور باید روحمون رو تمیز کنیم از افکار ناپاک و غیبت کردن، همونجور که فهمیدین، چون که این دو هر دو سلامت جسمی و روحی هم دست هم پیش میرن و سلامت یکی به دیگری تأثیر میذاره. چون این الان در حیطه خدماتی بنده نشون داده میشه به عنوان یه سایکوتراپیست
که وقتی که شما یه آدمی هستی بغض داری، کینه داری، تعصب داری، این باعث میشه که خود اعضای جسمانی شما هم مورد صدمه قرار بگیره و این خودش نشون میده که سلامتی فقط جسمانی نی، بلکه سلامتی یه امر ارتباطی فکر و روح. یه سوال اومده، بفرمایید. خبری نیست. بله بله، این رو این فرمایید، یعنی اینکه وقتی یه شخصی همش بدگویی میکنه، آیا این طب مکمل این رو در نظر میگیره که بدگویی نکن، بد مبین، خودبینی نکن؟ اینها خودش مهمتره و یکی از اعضای سلامتیه. بله بله، 100%. بله بفرمایید. خسته نباشین و تشکر از برنامه خوبتون. قربان شما، بفرمایید. قربان، سوال من این خانم فرمودن من اینجا رو نتونستم بفهمم، گفتن اگر در خواب تشتون میشه من آب بخورم یا نخورم. دو سوالم از ایشون خانم اینه که فرمودن روح، آیا سندی دارن که روح وجود داره؟ چرا این کلمه روح رو ایشون به کار آوردن؟ سپاسگزارم. خیلی ممنونم، خیلی سوال خوبی است. بفرمایید. اگه اشتباه نکنم سوالشون اینه که چرا آب نباید بخورن؟ بله. میگم شواهد زیادی هست، یکیش میتونه این باشه که این سیستم خواب باید اسید معده در یک لولی نگهداری بشه و با آب خوردن این تعادل به هم میخوره و همچنین از نظر روح فهمدن. بله، این روح که میگه مقصودتون چیه؟ نظر شخصی بنده اینه که از زمان توفولیت پرگننسی، بله، این روح با جسم به وجود میاد و هم سلامتی هر دو باعث میشه که این روح پیشرفت بکنه و سلامتی جسم همچنین. من آیا درست میفهمم؟ چون سوال ایشون اینه، یه سوال کننده دیگه هم رو خط که شما معتقد نیستی یه چیزی اونجا هست به اسم روح، یه چیزی اینجا هست به اسم جسم، یه چیزی اینجا هست به اسم فکر، بلکه شما وقتی میگی روح یعنی چیزی که غیر ملموسه و حسیه، یعنی اینکه عامل بقا، عامل حیات، حالا به هر اسمی که شما، یعنی شما چون اون موقع این سوال پیش میاد که اصلا دلایل اثبات روح چیه و چون روح رو که نمیشه انسان بگیره از روی علمی بررسیش کنه، تجزیهش کنه، ولی شما در حقیقت روح رو به عنوان یه قوه متعالی میبینی. بله اینطوری میفهمم، یعنی یه قوه که محسوس نی ولی اسباب حس رو ایجاد میکنه. بله. فکر نیست ولی اسباب تفکر رو ایجاد میکنه، یعنی یه قوه ناشناخته ایست که ظواهرش میتونه جسمانی یا فکری باشه. من به عنوان دوباره کسی که در رشته روانشناسی خدمت میکنه، وقتی ما میگیم روان شناس، همون روان یعنی روح، یعنی اون چیزی که میتونه زندگی شما رو مختل بکنه، چیزی که شما رو میتونه بهبودی بده. درست فهمیدم؟ بله. بله خب، یه سوال دیگه بفرمایید. درود بر شما. من نظرم در اینه که رفر کردم به کتاب مذهبی، انسان ممکنه به اون نتیجه نرسه، چون در حال کتاب‌های مذهبی اون نتیجه دریافت انسان‌ها از زندگی سال‌های بسیار دور هست. وقتی که حالا میایم اونو منطبقش می‌کنیم به اطلاعات داده شده امروزی که بر مبنای علم هست، بله، ما نتیجه دیگه رو خواهید گرفت. مثلا به طور نمونه یک کتابی هست به نام باقر العلوم که این کتاب رو نمیدونم امام چندم شیعیان نوشته، پنجم یا چهارم یا خاطرم نیست،
من موقعی که دبیرستان میرفتم معلمم سفارش میکرد، میگفت اینو بخونید این خیلی خوب است. من اینو میخوندم، دیدم یه جا نوشته شما هر موقع غذا خوردید به اندازه یک نصف قاشق مثلا چای خوری یا چند تا انگشت بزنید توی نمک و اینو بخورید. بله. و ما یه مدت کارمون این بود تا اینکه فشار خون گرفتیم. بله. و اینه که این کتابای مذهبی رو نمیشه. بله، آفرین. آفرین. خیلی ممنونم بله. از این قضیه، خیلی خیلی مهم بود این بله. هست، برای همینم هست که وقتی که دوست عزیز مهمان ویژه ما فرمودن که اعتقادات مذهبی، ما اینجا تأکید کردیم که اعتقادات مذهبی اگرچه به عنوان عقاید نظری میتونه بررسی بشه، ما باید با شواهد علمی منطقی و عمومی، یعنی یه شواهد خصوصی نباشه که فقط یه عده بهش معتقد باشن. اگر علمیه باید جهانی باشه، عمومی باشه، قابل تجربه باشه برای هر کسی. و بنابراین این تذکر ایشون یه تذکر عالی است، ولی این دلیل برای این نیست که ما مفاهیم نظری اعتقادی را هم بیهوده بپنداریم. یعنی به همین دلیله که حداقل میشه یه سیستم فلسفی، و این فلسفه رو ما باید بدون بغض بررسی کنیم، و اونجایی که میبینیم که قابل اثباته اون رو قبول بکنیم، و اونجایی هم که نیست میگیم این به درد کار ما امروز نمیخوره. بله، و همچنین که طبیب حاذق پیش میاد که باید حتما با طبیب حاذق در میان بگذارن و تشخیص طبیب حاذق باشه، حتی عواملی که فرمودن توی ادیان مختلف، چون که هر فردی برای خودش یه سیستم مختلف داره. آفرین. یعنی هر فردی جداگونه از افراد، نمیشه نمیدونم برداشت مذهبی رو برای تمام افراد جهان. و این چیزی بود که شنونده و بیننده محترم بهش توجه کردن. بله. و جوابش اینه که این اعتقادات مذهبیتون خوبه، برای خودت نگهدار، ولی وقتی میخوای اجرا بکنی برو با طبیب حاذق مشورت کن. و طبیب حاذق هم کسیه که فقط نخواد اعتقادات شما رو بلند بکنه، بلکه با شواهد بتونه اون چیزی که رو به خیر و صلاح شما است. به همین دلیل که ما گفتیم که از خصائل طبیب ماهر عدالت و عرفان، یعنی علم حقیقیه. خیلی سوال دقیقی بود، مثل اینکه بگه خانم اینا تازه سوالشون شروع شده، ببینیم ایشون چی فرمان. بفرمین. درود بر شما، من میخواستم یه سوالی بکنم. بفرمین خانم. میخواستم ببینم آیا در درست میگن مادر تمام مریضی یا اعصابه، و چیزی که به انسان بهترین مکمل وقتی که هر چی بخوری ولی انرژی منفی داشته باشه، اون چیزی که نوشه تبدیل میشه به سم. بله. پس اول آرامش اعصاب خیلی مهمه. مرحبا. بعدم هر چی که میخوری، طبیعت انسان ها هم با هم فرق داره. بله، خیلی ممنونم، این نکته خیلی ظریف و دقیقی است. خیلی خیلی متشکرم از این بیانات شما. توجه فرمینت با اجازت خدا. فدای شما. یعنی در حقیقت چیزی که ایشون میفرمایند اون چیزیه که ما گفتیم تحت عنوان هولستیک هلت. یعنی ما سلامتی رو فقط سلامتی جسمانی نمیبینیم، بلکه سلامتی فکری میبینیم. طریقتی که شما فکر میکنی، آیا خودبینی، آیا کمبینی، اختلالات روانی که شما داری، آیا لیوانی که اونجا هست نصفش پره یا نصفش خالیه، تمام اینها باعث میشه که شما سلامتیتون تغییر و تحول بپذیره. یعنی بدن سروران عزیز مثل یک ماشینیه، ولی اون انجین شما فقط اون بدن شما نیست. به همین دلیله که مرگ فقط اختلال جسمانی نیست، اختلال تأثیر میذاره روی فکر، اینا با هم دیگه تأثیر میذارن. جسم مثل یه آینه است که شما آینه رو جسم میگیری، این نور خورشید اون خورشید رو روح میگیری، اشعاعات اون خورشید رو فکر میگیری.
حالا اگر جسم ضعیفه، اگر مریضه، مثل یه آینه ایه که پر از غباره، بنابراین انعکاساتش هم غلطه. یا از طرف دیگه وقتی شما خورشیدتون وجود نداره، تاریکی میبینی. تاریکی چیه؟ تعصبات. تاریکی چیه؟ بغض، کینه. موقعی که میخوای یه کسی رو بکوبی، یه کسی رو بد میبینی، اینا همش تاثیر میذاره روی سلامت جسمانی. و فکر میکنم این طب مکمل که شما فرمودی اینه که طبیب حاذق همه اینا رو باید در نظر بگیره. و همین دلیله که نه MDA درست میگه، نه NDA درست میگه، بلکه این دوتا با هم دیگه باید بشینن، چایی بخورن، حقیقتها رو بررسی کنن و فکر، روح و جسم رو در نظر بگیرن. خیلی نکته دقیقی بود. سوال بعدی بفرمایید. الو؟ بله بفرمایید خانم. درود بر شما. من همین الان اینقدر این فرمانی هستیم برنامه رو باز کردم و خیلی هم علاقه من هستم شدیدم به این مسئله. من یک سوال، دو تا سوال دارم که اولی تقریبا میشه مکمل دومی میشه. بله. من میخواستم بگم که وقتی انسان میمیره، خب این جسمش همه داریم از بین میره، حالا یا دفنش بکنن یا تو جنگل بیفته یا تو دریا بیفته. بله. پرندگان میخورن، فرق نمی کنه. پس میگن این چیزی طبق مسائل دینی که من از اون متقید نیستم، بعد میگن که بله. خب اینا به خب جسم از بین رفته دیگه، نمیتونه بره تو حوض کوثر رو نمیدونم شکفان بگیره. بله. دوباره برگرده. بعد میگن نه، این روح انسان هست. خب حالا اگر فرض کنیم همچین چیزی وجود داشته باشه که من اصلا معتقد نیستم، ولی میگم خب این حیوانات هم روح دارن، پشه، مگر، نمیدونم ما خروس. بله. حتی درختان هم با این حساب روح دارن. ما اگه یک درختی را از ریشه بکنیم بندازیم، میبینیم که درخت خوش میشه وقتی ریشهش بله. خاک نباشه. بله بله. من میخواستم بگم آه حیوانات هم بهشت و جهنم و نمیدونم یه حکومت ها دارن جانب. بله توجه به خیلی سوال خوبیش، خیلی سوال خوب. من این همین اولی رو ما اگر بتونیم حلش بکنیم، چون من خطای دیگه هم دارم و 4 دقیقه بیشتر ندارم، ولی خیلی سوال خوبیه. توجه فرمایید از تلویزیون. من ضمن برنامه های شما رو خیلی علاقه‌مندم. قربان شما. التماس دعا. قربان شما. خیلی متشکرم. نه دیگه اون التماس دعا گفتی خرابش کنی. نه دعا الان توضیح میدم. ببینین اون چیزی که اینجا مطرحه، روح و بقای روح قابل اثبات نیست خانم آقای. یعنی خیلی از مسائل هست که ما در این برنامه های مختلفه تلویزیون اندیشه حتما شما ناظر بودین. 3 مطلب هست به نظر بنده هر چقدر شما زور بزنی اثباتش کنی فقط داری خودت رو خسته میکنی. یکی این است که آیا واقعا دنیای بعد به مفهومی که مردم فهمیدن وجود داره یا نه، و اینکه بعد از اینکه ما میمیریم چگونه میشه. اینا همش نظریه، یعنی به نظر بنده حداقل به عنوان یک کسی که در روان درمانی کمک میکنه به دوستان، اعتقاد به روح، اعتقاد به عالم بعد، اینها یه قابلیت‌های عملی روانی داره. و حالا من تا اینها رو حس نکنم، یعنی کسی که خودش سلامتی اصل رو حس نکنه نمیتونه شیرنیشو بفهمه. بنابراین من با شما موافق هستم که در معرکه علمی نبایستی این مسائل رو اساس کار قرار داد، ولی در این حال نبایستی اینها رو جدا کرد. یعنی فلسفه، علم، روانشناسی، جامعه شناسی، علم طب، همه اینها یه هدف مشترک دارن، اینه که این حقیقت مجهول رو تا حدودی به عرصه ظهور معلوم بیارن، ولی تعصب هم روش نباشه. یعنی نه حالا بهشت و جهنمی چه، بهشت به نظر بنده همون عمل پاک و نیک در این عالمه، خیرخواهی عمومیه، رفع تعصبات، چگونه من با یه انسان دیگه رفتار میکنم. جهنم اینه که من از اینا محروم میشم، وقتی من دروغ میگم، وقتی من ظلم میکنم، وقتی من خیانت میکنم، محروم میکنم خودم رو از مقام انسانیت، مقام انسانیتی که شأنش و عزتش انس و محبته. اگر من انس و محبت تو قلبم نباشه، من تو جهنمم. موقعی که من افکارم، اعمالم عالم بینی باشه، نه خود بینی، محورش
عالم انسان باشه، نه عالم قومی، عالم محلی، اون موقع من بهش نزدیکترم. بنابراین بهش رو بنده یک کاندیشن میبینم، وضعیت میبینم، نه محل. یعنی heaven is not the matter of location, is a matter of condition. توجه میبینم. حالا من یه دقیقه دیگه دارم، یه سوال دیگه بگیرم. بفرمایین 50 ثانیه دارم. حالا بعد از پس زنگ بزنید یه 10 دقیقه بعد، الان من رو خط هستم. بفرمایین. خیلی اینم حل شد. یعنی بگو جان، من نمیدونم چجوری تشکر بکنم از این سوالایی که مطرح میشه و بعد ببینم ایشون چی. بفرمایین. من رو خط هستم. بله تو خطین، ولی خیلی سریع باید بفرمایید. من میگم باشه باشه، من دوباره اومدم رو خط. میخواستم بگم که شما میفرمایید شما حقا، من میتونم بیشتر صحبت بکنم ولی میفهمید دفعه. حالا دفعه بعد زنگ بزنید. اجازه بدید من عشق و محبت در دیگه داره، انسان عشق و محبت در چی ببینه؟ یکی در یک مادر در فرزند میبینه، یا مثلا بله. یکی در عیسی مسیح میبینه، یکی تمام میگه تمام عشق و محبت هم به حضرت زهرا، یکی میگه تمام. بله میفهمم میفهمم. ما اینجا وقتی میگیم وقتی صفت هیچ وقت مطلق نیست. بله بله فهمیدم فهمیدم فهمیدم. ما معتقد هستیم عشق و محبت باید عمومی، جامع، کلی، فارغ از هر گونه تعصب و یا اعتقادات مذهبی و سنتی و محلی باشه. فقط عالم انسان، نه به خاطر دینت یکی دیگر رو دوست بداری، به خاطر قومت یکی دیگر رو دوست بداری. هر فردی چون انسانه به علت مقام انسان بودنت دوستش بداری، اونو میگن محبت بدون قرض و آلوده. در اینجا من بایستی تشکر بکنم از پگاه خانم عزیز و امیدوارم که بحث امروز ما مورد توجه شما قرار بگیره و تا هفته آینده شما رو به خدا می سپاریم. روزتون بخیر.